یکی از کارساسترین گزینه ها برای از پا افتادن گروه های حراس افغان در نبرد با نظامیان کشور خشکانیدن منابع مالی این گروه ها گفته می شود. و اما دیده می شود که موجودیت حاکمیت سایه در کشور و یا هم بیپروایی حکومت سبب شده است تا ماشین جنگی حراس افغانان در برابر دولت در گردش بماند. یا خب که دولت زیر کنترل بگیره و مانع شوه و تطبیق کنه اما حکومت وقتی که این پروگرام رو بخواد تطبیق هم بکنه ای در در جریان عملی شدن توسط اموال حکومتی که با طرف مقابل ساخت و باف دارن خونسا میشه ای عملیات حکومت هم از اون خاطر ما در یک در یک دایره خبیسه افتادیم که از این دایره خبیسه برآمده نمیتونیم حراس افغانان از چندین رهگذر پول به جیب میزنند استخراج غیرقانونی معادن تولید و قاچاق مواد مخدر باجگیری از شرکت های مخابراتی و شرکت های سازی، رهزنی ربودنها و گرفتن حشر و زکات از مردم از مهمترین منابع عایداتی برای مخالفان مسلح دولت شمرده میشوند باید در خصوص این مسئله ادارات کشفی افغانستان و تر... به همین ترتیب استخبارات مالی افغانستان قطعاتی امنیتی که ما در ولسوالی ها داریم کشفی اینها باید تمرکز کنند که کی... کی اینا را از لحاظ مالی تغذیه می کند کی داوطلبانه تغذیه می کند و شعوری تغذیه می کند چی کسی از مجبوری اینا را تغذیه می کند فزارت داخلی کشور در این باره چنین می مواد بخش از منابعی است که جنگشان تمویل میکنن. یکی از اهداف عملیات های بزرگ نظامی ما میز که ما منابع طالبان از بین ببریم اما با تاسف در بیرون از افغانستان نیز اینا از منابع برخوردار هستند کرده های گروه های حراس افکن سال هاست که از مردمان افغانستان قربانی های می گیرد. گروه هایی که از سرمایه های ملی و شخصی مردم تغذیه می شوند و در برابر دولت می جنگند.